صبح شمس. من شبها میرم سر کار و من توی مطب دندون پزشکی رسپشنیستم، چون که خودم دارم تلاش میکنم که بعد از اینکه اندرگرادم تموم شد اپلای کنم برم دندون پزشکی. گشتم که دندون پزشکی کار پیدا کنم که هم توی اون انوایرمنت باشم و مثلا ببینم چه جوریه و دوست دارم مثلا اینا، و اینکه خب برای رزومم خوبه و پیاده راه هم 10 دقیقه است، خیلی نزدیک. من خیلی آدم خوابالویی، خیلی آدم خوابالویی هم، واقعا روزی 10 ساعت خواب نیاز دارم. الان دیگه خیلی حالم بده به چند دلیل. یکی که خیلی سرما خوردم و این اصلا خوب نیست، چون من هم روز باید کار کنم، هم خیلی درس دارم و اصلا نمیتونم سرما خورده باشم. دو، دیشب من تا ساعت 2 اینا داشتم یه اسایمنتی رو انجام میدادم، به خاطر من تا بخوابم مثلا 3-3.5 بود. خب 3 ساعت خوابیدم. حالا امینو به کنار، داشتم یه تد تاک میدیدم. تد تاک هم اگه نمیدونی جور برنامه ایه که پوینتش اینه که ایدیاهایی که ارزش پخش کردن دارن و ارزش اینو دارن که مردم دیگه هم راجبش بدونن، میان اونجا مثلا گفته میشه. حالا هر جور آدمی، هم میتونه خیلی آدم مثلا اکادمی که دکتر نمیدونم فلانی باشه و نمیدونم، یا مثلا میتونه یه آدمی باشه که صرفا یه تجربه ای داشته و میاد راجع به اون صحبت میکنه. این دفعه ای که من داشتم نگاه میکردم یه آقایی بود به اسم دانیل گیلبرت که یه پروفسور سایکولوژی توی هاروارد، خیلی چیز جالبی میگفت. میگفتش که طی این اِوولوشنی که آدم ها داشتن و مغزشون بزرگتر شده سایزن، این استراکچرهای جدیدی داره. یکیشون این پریفرانتال کورتکسشونه که خب این اجازه رو به انسان ها میده، یعنی واقعا یکی از چیزهایی به خصوص برای انسان که قبل از اینکه یه اتفاقی واقعا تو دنیای واقعی بیفته، ما توانایی رو داریم که اون اتفاق رو تو مغزمون اکسپریانسش کنیم، یه چه احساسی میتونه داشته باشه اون اتفاق. این باعث میشه که آدما از یه چیزی رنج ببرن به اسم امپکت بایاس. میایم خیلی فکر میکنیم که وای یه اتفاقی اگه بیفته من خیلی خوشحال میشم، و یه اتفاق دیگه مثلا اگه بیفته من خیلی ناراحت میشم. اگزاجره میکنیم اون احساسی که قرار از یه اتفاق بگیریم و مدتی که اون احساس قرار برای ما بمونه. مثلا میگفتش که به نظرتون یه آدمی که 300 میلیون لاتاری برده و یه آدمی که تازگی فلج شده، اینا لول هپینسشون به نظرتون چه شکلیه؟ و خب همه اکسپکت میکنن که اون که لاتاری برده خیلی خوشحاله، اونی هم که تازه فلج شده خیلی ناراحت. بعد یه دیتای نشون میده، میگه بعد یک سال این دو مدل آدم جفتشون یه لول احساس خوشحالی رو میکنن و خیلی این چیز باحالیه. میگه در حالی که مغز آدم ها یه چیزی داره، subconscious پروسس مغزی داره، کاگنیتیوی داره، مثل ایمیون سیستم سایکولوژیکال کار میکنه، باعث میشه که اگه توی سیچویشنی هستی جوری که تو به اون سیچویشن نگاه میکنی عوض کنه، یه جوری که تو واقعا اون سیچویشن رو از چیزی که قبلا فکر میکنی بهتر ببینی. این آقای دانیل گیلبرت میاد میگه که دو دسته خوشحالی داریم، خوشحالی نچرال و خوشحالی سینتریک ساختگی. این دوتا هم به اندازه همدیگه خوبن. نچرال وقتیه که آدم ها اون چیزی که میخوان و میگیرن، ولی سینتریک وقتیه که آدم ها اون چیزی که میخوان و نمیگیرن و صرفا اون سایکولوژیکال ایمیون سیستمه میاد اون سیچویشن رو براشون یه جوری درست میکنه که تو خوشحال میشی. حتی من اینو دارم خیلی ساده شده شون میگم، خودش میاد کلی دیتا نشون میده و اینا که واقعا خیلی جالب بود برای من. بعد یه سری آدم هایی که مثلا چه میدونم یه مردی که مثلا 70 سالگی از زندان میاد بیرون و مشخص میشه که 40 سال علکی زندان بوده، گیلتی نبوده، برمیگرده خودش میگه که it was a glorious experience. Glorious مثلا خیلی تجربه خفنی بود. همینو میگه، میگه حتی اون آدمایی که خیلی ترامای زیادی دارن بعد از 3-4 ماه they're okay. حالا واقعا با دیتا نشون میده که چه شکلیه که من میگم که سینتریک هپینس واقعا به اندازه نچرال هپینس خوبه. ولی دو تا چیزی هم که آخرش میگه که خیلی مهم بود اینه که نچرال هپینس بهترین شرایط براش اینه که توی آزادی داشته باشی توی اون اتفاقایی که برات میفته، انتخابی داشته باشی، ولی سایکولوژیکال ایمیون سیستم وقتی میتونه این خوشحالی ساختگی رو درست کنه برای تو به بهترین حالت ممکن که تو با یه سیچویشنی گیر کردی، یعنی یه you're stuck with it، آپشن دیگه ای نداری، همینه که هست.
و اینکه میگفتش که اونایی هم که راجع به این موضوع آگاهن که همچین چیزی هست این اتفاق بهتر براشون میفته. Anyways خیلی برام جالب بود و خب یه جورایی خیلی موقع خوبی دیدم، چون من الان موقع امتحانامه و هر روز به مقدار خیلی زیادی استرس دارم. مثلا یکی از مثالاش این بودش که مثلا تو فکر میکنه اگه یه امتحان یا 90 بشی یا 50 بشی خیلی قرار خوشحال بشی یا خیلی قرار ناراحت بشی، در حالی که دو ماه بعدش در هر دو صورت تو یه لول خوشحالی رو احساس میکنی. اینی که الان من این موضوع رو راجبش خبردار شدم میدونم خیلی آرومم میکنه تو طول روز. الان وقتی خیلی استرس میگیرم و خیلی حالم بد میشه هی به خودم میگم که نگاه آروم باش، در هر صورت قرار یه خوشحالی ساختگی برای تو بیاد. اگر حوصله داشتی من حتما 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 پیشنهاد میکنم که خودتون حتما بریم ببینینش. لینکشو میذارم به خاطر اینکه خب یه 20 دقیقه توضیح میده و خب خیلی خودش بهتر 100% توضیح میده. anyways من الان برم زود حاضر شم. میدونی چی شد؟ دکتری که امروز هست شنبه هست من عاشقشم. یه دختر جوونه مثلا خوشگله نمیدونم خیلی مثلا قرتی و خفن و فلان و ایناست، خیلی هم مهربون و بامزه است که من اصلا احساس نمی کنم که مثلا این دکتر من رسپشنیسته، مثلا اینگار دوستمه. یه شهر خارج اینجاست. بعد میگه که من قرار بودش که دوست بذارم به هم رایت بده که بیام برسم سر کار ساعت 9، الان قالم گذاشته همینجوری داره عصبی داره همینجوری. بعد میره به دوست پسرش میگه و بعدش هم میگه که تو رو خدا اگه میشه دوتا پیشنت اول من رو کنسل کن. How are you? Oh my god. I vlog in Farsi though. I'd like to watch it. Send it to me. Yeah, I'll send it to you. الان من باید دو تا پیشنت بعدی هم کنسل کنم. الان این یکی 20 دقیقه هم زودتر اومده بود بیچاره. Hi there, good morning. Do you have any symptoms today? Perfect, you can have a seat. Thank you. Sit down, Dental Lambe speaking, how can I help you? Hi, how are you? Sit down, Dental Lambe speaking, how can I help you? I can book him for 11:30 a.m., right? چقدر استرسفول بود تو همین 20 دقیقه اولی که اومدم قلبم گرفت. بعد خب میدونی بعدیشه، بعدش اینه که وقتی مثلا یه اتفاق اینجوری میفته خود دکتره که با مریض صحبت نمی کنه، رسپشنیسته بعد زنگ میزنه یا مثلا قر بشن. ولی اینا که من باشون صحبت کردم مثلا قر نزنه، اصلا هیچ بیچاره نگفتن، خیلی مهربون بودن. ولی منظورم اینه که بالاخره استرسش مثلا تا وقتی صحبت کنه باشون یه جوری که ای با شیت الان این قراره پول قر بزنه. مثلا بعضی هستن میگم آه این چه وضعیه من وقتم فلانه، میگم که بابا من چی کار کنم، من فقط خبر رسانم. anyways من که میام اول از همه باید موزیکو بذارم، بعد یه ویدیو تبلیغاتیه بعد اونو بذارم که رو ریپیت باشه. این که باید تمام پیشنت های اون روز رو چک بکنم ببینم همشون کانفرم شدن، همشون دارن میان. بعد کار دیگه که باید بکنم اینه که ببینم آیا insurance breakdownشون انجام شده یا نه. اول چک ببینم برای امروزی که من اومدم همشون انجام شدن یا نه. بعدش تو طول روز باید من برای روز بعدی رو انجام بدم، برای دوشنبه، یعنی همه رو چک کنم ببینم که انشورنساشون اوکیه اوکی نیست و اینکه روز دوشنبه رو همه مریضشو زنگ بزنم و کنفرم کنم. I'm vlogging. Vlogging? Yeah. I have a YouTube channel. Oh my god! And you wanna say hi? Yeah. Hi guys! Hi! Oh my god, this is... Well, it's been a very hectic day though. Because I'm long.
دکترم اومد بعد شی سو نایس برام نهار خرید به خاطر اینکه مثلا صبح دیر کرد و من مثلا مجبور شدم پیشنتشو کنسل کنم و مثلا من باهاش صحبت کردم. های I didn't tell him though. Look at public health. Look at how cute the teacher is. Okay then, bye guys. Bye. Bye. Did you get good footage? Yes, it's actually recording now. Oh. دیگه یک دو تا مریضای آخر موندن، بعد که مریضای آخر تموم بشن من باید کلوز کنم. بعدش هم وقتی هم که دارم میرم 3-4 تا نامه که امروز داستان شده رو و ببرم پست آفیس بندازم تو پست آفیس.